در پایگاه هوایی بگرام، دو مرکز کوریایی مجهز با تازه‌ترین تکنولوژی جهان فعالیت داشته که شامل شفاخانه و کالج‌های مسلکی می باشد. هدف ایجاد این مراکز بهبود مراقبت‌های صحی و معارف در منطقه بیان شده است. گزارش جک تامسون از کانال ناتو را همکارم لیلا حبیب عظیمی تقدیم می‌دارد. این روز نمایش قابلیت‌های مبارزه نیروهای خاص مسلح کوریایی در پایگاه هوایی بگرام افغانستان است، اما در حالی که کوریای جنوبی همچنان نقش فعالش را در مبارزه با شورشیان در افغانستان ایفا می‌کند، اخیراً متحد به گسترش تعهد خود در راه بهبود مراقبت‌های صحی و آموزش بیشتر شده است. کاملاً این همکاریشان از سوی مردم محل در ولایت پروان محسوس است. جنگ کوریا در سال 1950 کشور را ویران کرد که مردم آن از فقر شدید برای چندین دهه رنج می برد. با این حال کوریا اکنون با سپاس از همکاران متحدین به یکی از ابرقدرت‌های اقتصادی جهان بدل شده است. اکنون افغانستان مانند کوریا در جنگ است و ما می خواهیم به آنها کمک کنیم. ما می خواهیم به آنها امید بخشیم که روز افغانستان هم می تواند مانند کوریا توسعه یابد. شفاخانه کوریایی در پایگاه هوایی بگرام ماه اپریل سال 2010 به طور رسمی افتتاح شد و منحصر به تداوی مردم محل است. با علاوه کردن یک بخش طب دندان، جراحی و بخش اشعه ایکس و نیز با افتتاح تسهیلات دیگر مثل یک دواخانه با ادویه مدرن و دکتران فیزیوتراپی، بیش از 80,000 بیمار در آن درمان می شوند. این یک شفاخانه خوب است و به من گفته شده بود که ممکن است پایم قطع شود، اما با تداوی که آنها کردند از این خطر نجات یافتم. کوریایی ها امیدوارند که این شفاخانه را پس از ترک این کشور به دست های توانا که قادر به چرخش آن باشد بسپارند. اما آن صرف در عرصه مراقبت های صحی نیست که آنها امید به ترک میراث ماندگار از خود دارند. دروازه دیگر شفاخانه به سوی کالج مسلکی باز می شود که در سال 2010 افتتاح شده و از جانب کوریایی ها و امریکایی ها هر دو به طور مشترک تمویل و تأمین می شود. این مرکز با انواع مسلک ها مثل میخانیک موتر، متخصص ساختمانی، کار ویلدینگ و نلدوانی، برق، تکنولوژی و تعمیر کامپیوتر طرح و برنامه ریزی شده است. تا به حال 190 شاگرد از این کالج مسلکی فارغ شده و 1% آنها شامل کار شدند. اکنون 127 تن محصل ثبت نام کرده است که برخی از آنها خانم ها می باشند. قرار است آنها در ماه دسامبر فارغ شوند و ما با جدیت تمام در تلاش پیدا کردن کار برای آنها هستیم. با ورود افغانستان به سوی یک دوره پس از دوران طالبان، نهادهایی که برای بهبود تعلیم و تربیت و مراقبت های صحی اند، مانند شفاخانه کوریایی و کالج های مسلکی، در ساختار این کشور به سوی آینده درخشانتر کمک می کنند. لیلا حبیب عظیمی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.